ما همراه باشید با ایران آزادی. جواد ظریفم اوضاع خامنه ای را فهمیده. سایت حکومتی آفتاب در تاریخ 11 خرداد 1403 گفتگوی ظریف وزیر خارجه دولت روحانی با مجله کتابنامه آگاهی نو را درج کرده است. ظریف در این مصاحبه روی نکاتی انگشت می‌گذارد که برجسته در این نکته یا آن رو به شخص خامنه ای است. در مقدمه آمده است ظریف معتقد است کاری شدنی در کشور ما اصلاح فکر است. تا اصلاح فکر صورت نگیرد عوام فریبی و قهرمان پرستی حاکم می شود. با قهرمان پرستی نمی شود کشور را اصلاح کرد. من بندبازی بلد نیستم، ضمن اینکه معتقد به بدبستان هستم، معتقد به بندبازی نیستم. ظریف می گوید اصلاح طلب نیستم. اگرچه ظریف تعریف درستی از خود نمیتواند ارائه بدهد، اما در دوران وزارتش یکی از شالاتانهای سیاسی بود که دست هرچه فریبکار بود را از پشت بسته بود. روباهی بود که هم با گرگ سر سفره می نشست، هم با کفدار مردخوری می کرد، هم با شغال می ساخت. مردم ایران به او لقب کفدار خندان داده بودند. حالا او وامانده از قدرت تصویر دیگری از خود ارائه می دهد. او در گفتگو با مجله کتابنامه آگاهی نو ضمن تاکید بر اینکه اصلاح طلب نیستم میگوید اگر تکنوکرات خونسا بودم که با هر دوی آنها، یعنی اصلاح طلبان و اصولگراها، میساختم. اینکه هر دو مرا زدن نشان میدهد خونسا نیستم. من راه سوم را در حد یک کنشگر اجتماعی یا کنشگر مدنی میبینم و هزینه آن را هم دارم میپردازم. خونسا نیستم. ظریف و حسرت زدگی برجام. ظریف در ادامه گفتگوی خود در پاسخ به این سوال اگر می‌خواست رئیس جمهور شود برجام بهتر حفظ نمی‌شد می‌گوید فکر نمی‌کنم. اتفاقاً آنهایی که تخریب می‌کردند می‌گفتند دروغ می‌گوید، می‌خواهد رئیس جمهور شود. علی‌رغم همه گفته‌های من، همین که می‌گفتند ظریف می‌خواهد رئیس جمهور شود باعث شد قانون اقدام راهبردی مجلس را تصویب کنند. ظریف در رابطه با نامه‌ای که در بهار 1400 نوشته اجازه دهند برجام را به سرانجام برسانم توضیح می‌دهد که نامه را نوشتم چون معتقد بودم وظیفه تاریخی من به انجام رساندن برجام است. در این مسیر انعطاف‌هایی هم داشتم. وظیفه من این بود که ریش پروفسوری را بکنم ریش کامل. ترجیح من این بود که ریش پروفسوری بگذارم، اما گفتم ریش کامل بگذارم ولی کارم را انجام دهم. من میگویم این که ریش من گرد یا دراز باشد چه تأثیری میگذارد؟ جزء اصول هم نیست. بعضی ها میگویند ببینی تو وا داده ای، سری ریش را عوض کردی. خب آن و این ریش چه فرقی دارد؟ ظریف و حمایت از تروریسم. ظریف در جریان این مصاحبه روی دست همه بلند می شود و از حماس حمایت خود را این گونه اعلام می کند. بیشترین حمایت را از حماس در 7 ماه گذشته در بیرون از دولت من و معاون وزارت خارجه در دوره من آقای جابری انصاری کردیم. آقای احمدی نژاد چیزی نگفته است. کسی که منکر هولوکاست بود. سران مقاومت رابطه من با خودشان را می دانند. چرا من از طرف آمریکا و کانادا تحت تحریم هستم و دوستان نیستند؟ چرا وقتی من کنار رفتم نتانیاهو میگوید شکر که از شر او راحت شدیم؟ اینها میدانند که من روی نقاط قوت جمهوری اسلامی میستم، وگرنه اصطلاح مالکش تبلیغاتی و روایت سازی است. طبعا مردم ایران تنها نقطه قوت برای بقای حکومت به قول ظریف که از حکومت خامنه ای میبینند سرکوب و کشتار و اعدام در داخل ایران است. در منطقه هم صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ و خونریزی که حماس نیروی نیابتی خامنه ای راه اندازی کرد و باعث قتل نزدیک به 35,000 فلسطینی روی زمین شد، در حالی که خود نیروهای حماس در تونل ها و زیر زمین مشکلی نداشتند. اما یک واقعیت را نباید از نظر دور نگه داشت. بنا به گفته خود ظریف چیزی جز اندیشه ارتجایی و ضد بشری در اذهان همه کسانی که در حکومت ولایت فقیه هستند بیشتر وجود ندارد. همه‌شان سر و ته یک کرباس هستند.
حال چه ریش بزی بگذارند، چه خود را مدر معرفی کنند یا هر اسم و اسم دیگری که امروز مد روز است. آنچه که باید گفت، همه افراد حکومتی تکه‌ای از پلاس سیاه حکومت ولایت فقیه هستند. این پلاس سیاه و نفرت انگیز دیری نخواهد پایید که به دست قهرمانان و قیام آفرینان به آتش کشیده خواهد شد.